و قطعا کسی که باز هم بهش پرداخته بودیم قبلا، وقتی که یک کسی از فعالین سیاسی، حقوق بشری، زنان، کودکان در جایی میخواد که عقاید خودش رو ابراز بداره یا حقی رو دنبال کنه، بلافاصله دستگیر و به سلول‌های انفرادی 209 و شکنجه و غیره. ولی چگونه تونتون مواد مخدر وارد تونتون که چه عرض کنم، خودشون که 230 تون میگیرن، من نمیدونم چه عبادی رو باید از این گفت و اینها مطلع نیستن. یک دانشجویی که در جای اعتراض میکنه بلافاصله دستگیر میشه، یا نمیدونم قدرت پوشالی خودش رو تو هوا میگه، نمیدونم نفرات میگیره، یا انواع و اقسام دروغ بافیایی که وجود داره انجام میده، منتها وقتی به مواد مخدر و انهدام جامعه ایرانی، جوانان ایرانی، چه زنش و مردش، دخترش و پیر و جوانش هست، از یه طرف فقر و بیکاری، از یه طرف فشارهای غیر قابل تصور از طریق نیروهای سرکوبگر و ضد بشرش که باتون به دست و هر اعتراضی و صدایی را در نطفه خفه می کنن، و از طرف دیگه هم اعدامهایی که راه انداختن. اما گویا هدف و قصد اینها اینه که جوانه ها را اینگونه به تباهی و نیستی بکشن، چونهایی که معتاد میشن و چونهایی که دستگیر میشن و به تنابها و چوبه های دار سپرده میشن. بله متاسفم. همچنین ما موضوع اعدام یا احتمال اجرای حکم اعدام کشیش مسیحی یوسف ندرخانی، ایشون به خاطر صرف داشتن اعتقادات مسیحیت یا اعتقاداتی که خودش داره، قصد رژیم ولی فقیه حکم اعدامش رو به اجرا در بیاره و وقیحانه اعدام میکنه که اتهامات واهی رو به اون میزنه، که البته یکی از شیوه های رذیلانه و ضد بشریه که علیه همه به کار میگیره. اون آنچی که درون خودش هست، آن چیزی که به کارش میبره، به دیگران نسبتش میده. و در مورد آقای یوسف ندرخانی هم همین شیوه رذیلانه و غیر انسانی، حداقل این شهامت رو نداره که بگه من این ایشون این کشیش رو به خاطر که کشیش مسیحیه و مسیحیت گرویده اعدام میکنم. نمیتونه اینو بگه. نه، سعی میکنه با دروغگویی، فریبکاری که امروزه برای همه عیان است و دیگه نه برای مردم ایران خریدار داره و نه برای جهانیان، ولی باز هم نسبت‌های ناروا به افراد میزنه که به اعمال پلید ضد بشری، ضد انسانی و ضد مذهبی، چون که در حال حاضر ما بینیم مذهب را آلت دست خودش قرار داده، هیچ اعتقادی به این مذهب ندارن، نه به اسلام، نه به تشیع، نه به چیز دیگه، چون که هیچ عمل اینها حداقل نسبتی یا مقاربتی با اسلام نداره یا هیچ مذهب دیگه ای نداره. ولی دستاویزی است برای قدرت و برای جنایت و پیشبرد اعمال پلید خودشون. بله. ما همچنین در این هفته وضعیت زندانیان سیاسی، که اونهایی که در سلول‌های انفرادی هستن و یا اونهایی که در بندهای عمومی به سر می‌برن، یکی از اونها زندانی سیاسی ارژنگ داوودی است که از 7 مرداد ما به دلیل نوشتن نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای احمد شهید، اون رو به سلول‌های انفرادی بند 209 منتقل کردن و توسط آخوندی به نام علوی، یا معروف یا با نام مستعار علوی، که از مسئولین وزارت اطلاعات و از سربازجویان بند 209 هست، این فرد مورد
علوی آقای نمیستسی ارژنگ داویدی رو مورد ضرب شرط قرار میده و ضربه‌ای که به گوش چپش میزنه باعث پاره شدن گوش چپش و خونریزی و نهایتا عفونت گوش چپش هست. از این زمان تا به حال این عفونت ادامه پیدا کرده و شرایط وخیمی رو برای ایشون ایجاد کرده. از طرف دیگه بدون دلیل در اون شکنجهگاه نگه داشته شه، مورد شکنجه روحی و جسمیه و عدم درمان هم مواجهه و ایشون فی الواقع روز سه‌شنبه یعنی روز چهارشنبه 13 مهر ما حدوداً 25 روز اعتصاب غذای خودش رو گذرون. او در حالت بسیار وخیمی قرار داره به حدی که یکی از همبندیاش او کمک‌های لازم رو بهش انجام میده و قادر به حرکت کردن نیست و گزارشات حاکی از اونه که روز چهارشنبه به خاطر وخامت حالش اون رو به بهداری زندان منتقل کردن و به حدی بود که با برانکار به اون نقطه منتقل کردن. این علوی از اون جنایتکاران علیه بشریت است و همون کسیه که باعث و بانی به قتل رسوندن یا زشکش کردن محسن دکمچی بود. همین فرد علنا به خانواده آقای دکمچی میگفت و نهایتا هم همون کاری که باید میکرد کرد و به نظر میاد که قصد داره تا این شرایطی رو برای زندانی سیاسی ارژنگ داوودی به کار رو بره. بله. خاطر این که آقای داوودی از حقوق و از آرمانهای آزادی خواهانه خودش دفاع کرده و کوتاه نیومده و تنها دلیلش هم همینه. همین بازجوی جنایتکار که از دهه 60 در وزارت اطلاع مشغول به قتل و جنایت و افراد بیشماری از زندانیان سیاسی را تا به حال به شهادت رسونده و تعداد زیادی رو نقض عضو یا دچار در اثر شکنجه‌اش هنوز که هنوز سالیا میذاره رنج میبرن. لذا و فدواقع جان آقای ارژنگ داوودی در معرض خطر جدی است و جا داره که شنوندگان چه در ایران و چه در اقصانقات جهان شنونده بیعمل قضایا نباشند و اینکه نباید اجازه بدیم و نباید بگذاریم که باز شاهد جنایت دیگری باشیم. صداها را باید گسترده کرد تا اینکه جان این زندانی سیاسی نجات پیدا کنه. سکوت در قبال اعمالی که علیه این زندانی سیاسی به کار میبره به منزله اینکه فی الواقع کسی که سپرده شده تست جلاده و به حال خودش رها کردن اونه. اعتراضات تماس گرفتن با سازمان‌های حقوق بشری و هر حرکتی که جان این زندانی رو نجات بده وظیفه ماست، نتیجه خواهد داشت، قطعاً نتیجه خواهد داشت. حتماً. البته که تا به حال اقدامات لازم یا تماس‌های لازم با جاهای مختلف در این رابطه گرفته شده ولی هر چقدر که حجم تماس‌ها اعتراضات گسترده تر کافی نیست، هر چی بیشتر باشد بهتره، نتیجه درست‌تری داره مطمئن. همچنین این موضوعی که فی الواقع الان موجب نگرانی شدیده و باید پیشگیری کرده است. بله. از طرف دیگه روز دوشنبه گارد زندان به فرماندهی رئیس زندان محمد مردانی، معاونش علی خادم و رئیس اطلاعات زندان فرج نجات همراه با بیش از 40
گارد ویژه زندان به بند 6 زندان بهاردشت کرج یورش بردم، زندانیان رو مورد عذاب آزار قرار دادم، با آنها رو با ضرب و شد به حیات بند منتقل کردم. با مدت 3 ساعت زندانیان در زیر تابش خورشید بدون اینکه بتونن از سرویس های بهداشت استفاده کنن، از نوشیدن آب محروم بودند و رزینانه ترین شیوه اینه که حق ندارن که در کنار سایه های دیوار هم بیستن، باید اونجایی که آفتابیه قرار بگیرن. از طرف دیگه گارد ویژه به سلول ها یورش برد، حداقل امکانات شخصی که با چه سختی یا با چه مشقتی که هزینش رو باید خانواده ها تامین می کردن تا امکانات معدود یا اندک شخصی رو تهیه کنن، اونها رو یا پخش کردن، تخریب کردن و یا اینکه با خود بردن. بله. زندانیان به خصوص در این بند تعداد بیش از 10 زندانی سیاسی کرد هست و خب قبلا بهش اشاره کرده بودیم که بعضی از اونها نزدیک به 2 ماه در اعتصاب قضا بودن که در اعتراض به این که چرا اونها را در کنار زندانیان عادی و خطرناک قرار دادن، ولی به این اعتراض اونها باقی ننهانن و همچنان در اونجا قرار دارن. و قطعا خب اینها به خاطر پر کردن زمان خودشون کارهای دستی رو انجام میدن و خب در واقع تمام انرژی و توان یک زندانی در این کارهای دستیش یا کارهایی که انجام میده قرار میده و خب درست کردن این خاطرات متفاوتی براش داره. بله. و با یورش هایی که به اونجا میبرن اینها را میدوزدن، میربایند و با خود میبرن. و شیوه دیگری که فلواقع تا به حال روی نداده بود در زندان این که مسلح به صورت مجهز به سلاح گرم وارد بند شدن یا استقرار گاردهای زندان بر پشت بامها با سلاح گرم. و خود یکی از اون کسانی که این کار کرده بود محمد مردانی رئیس زندان بود که سلاح گرم در دست داشت. بله.